Bismillahir Rahmanir Rahim. Hadisimizde hem iman ve kaza ve kader. Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal: Kuntu khalf an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqal: Ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfaz Allah yahfazuk. Ihfaz Allah tajidhu tujahak. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. از ابو العباس عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که گفت روز در پس رسول الله صلی الله علیه و سلم سوار بودم. پس برای من گفت ای جوان، البته من تو را چند کلمه یاد می دهم. الله را حفظ بکن، الله تو را حفظ میکند. الله را حفظ کن، او را در نزدت میابی. هرگاه پرسیدی پس از الله بپرس و هرگاه یاری طلبیدی پس از الله یاری طلب کن و بدان البته همه امت اگر جمع شوند بر اینکه تو را فایده رسانند به تو فایده داده نمی توانند مگر به چیزی که الله برای تو نویسته است و اگر جمع شوند که تو را به چیزی ضرر رسانند تو را ضرر رسانیده نمی توانند مگر به آن چیزی که الله به تو نویسته است. قلم ها برداشته شدند و صحیفه ها خشک شدند. این حدیث را امام ترمذی روایت کرده گفت حدیثی حسن و صحیح است. و در روایت غیر ترمذی آمده است الله را حفظ کن، او را در نزدت می یابی. الله را در حالت فراوانی بشناس، تو را در حالت سختی میشناسد و بدان آن چیزی که تو را خطا کرد، بدان که نصرت همراه صبر است و البته کشایش همراه مشقت است و البته همراه دشواری آسانی است. فایده های حدیث: فایده اول، البته کسی که حدود الله را حفظ میکند، الله او را در دین دنیا اش حفظ میکند. دوم، البته کسی که حدود الله را ضایع میکند، برای او از جانب الله حفظ حاصل نمیشود. همچنانی که فرمود الله را فراموش کردند، پس الله نیز آنها را فراموش کرد. سوره توبه آیه 67. فایده سوم، البته جزا از جنس عمل است، پس عمل حفظ است و جزا نیز حفظ است. فایده چهارم، البته بنده به عبادت و یاری جستن پروردگارش را خاص می گرداند. فایده پنجم، به تقدیر ایمان آوردن. فایده ششم، البته بنده ها فایده و ضرر نمی رسانند مگر هرگاه که فایده و ضرر از جانب الله تعالی تقدیر شده باشند. فایده هفتم، البته برای یگان نفر فایده حاصل نمی شود مگر هرگاه که تقدیر شده باشد و از او ضرر دور نمی شود مگر که تقدیر شده باشد. الله آن چیزی را که خواهد می شود و آن چیزی را که خواهد نمی شود. فایده هشتم، البته از پی صبر نصرت است. فایده نهم، البته از پی دشواری کشایش است. فایده دهم، البته از پی دشواری آسانی می آید. فایده یازدهم، خاکساری و مهربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم به خردسالان. فایده دوازدهم، پیش از گفتن امر مهم
ذکر کردن آن چیزی که نفسها را به شفق می آورد. از روی فرموده او صلی الله علیه و سلم، آیا تو را چند کلمه یاد ندهم؟ از الله تعالی طلب می نمایم که حفظ شریعتش را برای ما نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.